سرخط چند خبر مهم در لابلای گزارش ها از افغانستان و جهان. هشدار رئیس جمهور غنی به طالبان به انتقاد او از عملکرد پاکستان در راستای صلح افغانستان. جلسه فوق‌العاده امروز شورای ملی با حضور رئیس جمهور افغانستان در آن چگونه بود؟ بررسی این موضوع در کابل و واشنگتن. تصویب فرستادن سربازان بیشتر آمریکایی به سوریه. جنگ با گروه دولت اسلامی در شرق میانه چگونه جریان خواهد داشت؟ گزارش در این مورد و گزارش از کارزارهای انتخاباتی ایالات متحده ضمن بررسی یک اقدام تازه دو رقیب همحزبی دونالد ترامپ کاندید پیشتاز جمهوری خواه. سلام و خسته نباشید. با برنامه خبری امروز دوشنبه 25 ماه اپریل سال 2016 میلادی خوش آمدید. من احمد سیرزیا به اتفاق همکارانم در نیم ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه امروز در کنار گزارش‌ها و اخبار مهم جهان منطقه، جلسه فوق‌العاده امروز در شورای ملی و گفته‌های رئیس جمهور غنی موارد اساسی بحث‌های جدی و واشنگتن است که امید است ما را تا پایان همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان هشدار می‌دهد که اگر تغییر در موضع پاکستان در قبال گروه‌های هراس افغان به میان نیاید، افغانستان علی‌رغم تلاش‌هایش برای شکل‌دهی به همکاری‌های منطقه‌ای ناگزیر است که با مراجعه به شورای امنیت ملل متحد به اقدامات جدی دیپلماتیک متوسل گردد. محمد اشرف غنی که در مراسم مشترک و فوق‌العاده شورای ملی صحبت می‌کرد، داعش، القاعده، شبکه حقانی و بخشی از گروه طالبان را دشمنان مردم افغانستان خواند و گفت که برای تأمین عدالت دولت مصمم است که حکم اعدام را نیز بر دشمنان اجرا کند. آقای غنی همچنان هشدار داد که دوره معافیت‌های بی موجب پایان یافته است و با آنانی که به سود جنگ روانی دشمن کار می‌کنند مصلحت نخواهد شد. همکارم حسیب مودودی گزارش با جزئیات بیشتر در این مورد دارد. مراسم ویژه برای آغاز نشست مشترک شورای ملی افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سرانجام دوست و دشمن مردم افغانستان را تعریف کرد و پرده از آنچه که ابهام درباره جنگ و صلح گفته می شود نیز برداشت. آقای غنی گفت که دولت افغانستان انتظار ندارد که پاکستان طالبان را به گفتگوهای صلح بکشاند، بل انتظار این است که پاکستان مطابق تعهداتش عمل کند و در برابر طالبان دست به اقدامات نظامی بزنند و یا آنان را به دولت افغانستان بسپارد، زیرا در غیر این صورت کابل به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه خواهد کرد. ما همچنین از طریق نهادهای بین‌المللی مسئول به پیگرد مجرمان و جنایتکارانی که دستشان به خون مردم ما آغشته است در بیرون از افغانستان اقدام خواهیم کرد. آقای غنی داعش، القاعده، شبکه حقانی و بخشی از گروه طالبان را دشمنان مردم افغانستان خواند و همزمان هشدار داد که دولت با آنانی که به سود جنگ روانی دشمن کار میکنند نیز مصلحت نخواهد کرد. او گفت که دوره معافیت‌های بی موجب پایان یافته است و آنانی که به صلح میپیوندند فرصت زیادی ندارند، زیرا دروازه‌های صلح برای همیشه باز نخواهند بود. دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا فیصله‌های محاکم و نظام عدلی قضایی را به شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید. آقای غنی همچنان گفت که نامزد وزیر دفاع ملی و نامزد ریاست امنیت ملی نیز تا چند روز دیگر معرفی خواهند شد و همزمان با این اصلاحات انتخاباتی نیز آغاز شده است و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی هم در زمان تعیین شده برگزار خواهند شد. لحن رئیس جمهور متفاوت بود، امیدوار کننده بود و وعده های صریح را به مردم افغانستان داد و تا حدودی از سیاست های حکومت و دولت ابهام زدایی کرد. پیش از این ما واقعا نمیفهمیدیم که کی دشمن افغانستان است، کی دوست افغانستان. برخی از آگاهان نیز میگویند که سخنان امروز رئیس جمهور بیشتر حالت ابهام زدایی داشت و موضع حکومت را در قبال خیلی از موضوعات روشن ساخت. چند مسئله که جناب رئیس جمهور مطرح کرد بسیار واضح بود و بسیار توپیر داشت با سیاستی که حکومت قبلی داشت. یکیشی که کسانی که علیه ما جنگ میکنه او باقی است، ما علیه جنگ میکنیم. دوم، پلان را واضح کرد که هم ما منتظر یک پلان نمیشینیم که او رای صلح هست و توقع از پاکستان نداریم در صلح. ما سر پلان دوم
دوم هم در این سال کار میکنیم که او جنگ تهاجمی از طرف نیروی افغانستان است، نیروی نظامی افغانستان علیه طالب، و ما تا حد جنگ میکنیم، تا حد اینا را ذلیل میسازیم که اونا را خودشان بیاید به صلح. با این حال رئیس جمهور افغانستان میگوید که در 13 ماه گذشته نظامیان افغانستان 40,000 وظیفه محاربوی و 16,000 عملیات نظامی اجرا کردند و همکنون نیز در 7 ولایت 15 عملیات جریان دارند. او گفت که با توجه به این وضعیت گفتگوهای صلح به معنای گشت و گذار آزاد جنایتکاران و چشم پوشی از عملکرد آنان نیست و نیروهای امنیتی افغانستان مصمم هستند که پناهگاه‌های حراس افغانان را با خاک یکسان کنند. آنچه که به باور خیلی ها گذشته زمان پاسخ روشن در این باره خواهند داشت. سید اسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. دوستان، رئیس جمهور غنی در جلسه فوق‌العاده امروز در شورای ملی افغانستان به گونه ممکن کم سابقه از پاکستان و مذاکره با طالبان دوری کرده و بیشتر بر مسائل تاکید کرد که ممکن بیشتر افغان ها منتظر شنیدن آن بودند. افزایش فاصله سیاسی میان کابل اسلام آباد و همچنان تاکید بر سرکوب طالبان در داخل و بیرون از افغانستان چه عواقب برای حکومت وحدت ملی و کشور خواهد داشت؟ این موضوع را با محترم علی احمد جلالی، وزیر داخلی سابق افغانستان، که اکنون در استودیو با ما هستند، بحث میکنیم. جلالی صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه لطف کردین، تشریف آوردین. در آغاز میشه بگوین که سخنرانی رئیس جمهور غنی را در جلسه فوق‌العاده امروز شما چگونه ارزیابی کردین؟ چه چیز تازه‌ای در گفته‌های امروزش نهفته بود؟ فکر میکنم که یک گرفتن یک موقف معقول و منطقی در شرایط فعلی افغانستان است. جنگ افغانستان تنها از یک راه حل نمیشه، بلکه باید از تمام عناصر قدرت ملی و دولتی استفاده شود. افغانستان تلاش خود کرد از اینکه با پاکستان از طریق با کمک پاکستان طالبان را حاضر به مذاکره صلح بسازد، اما این معنای زیر نداره که افغانستان گزینه های دیگره ترک بکنه. بنابراین در شرایط فعلی وقتی که مذاکرات صلح به نتیجه نرسیده، انتظار کشیدن برای کمک دیگرا برای صلح بیفایده است. بنابراین در عین زمان باید از امکانات نظامی استفاده شود. و از جانب دیگه مسئله عمده ایست که تعریف شود دشمن کیست. کسانی که مردم بیگناه را در افغانستان میکشند، اونا دشمنان افغانستان هستند. بنابراین با اونا از طریق یک حریف جنگ معامله نمیشه، بلکه هر جایی که حمله انتحاری صورت میگیره یک صحنه جنایت است. بنابراین کسایی که دست دارن برای جنایتکار باید با اونا معامله شد. جلالیس، بیشتر به این فکر هستند که پس از شنیدن صحبت های امروز رئیس جمهور غنی گویا باب مصالحه و یا هم امید بر مصالحه دیگر مرده. شما چه فکر میکنین؟ آیا امکان مصالحه هم وجود داره با طالبان یا خیر؟ برای مصالحه شرایط مساعد باید به وجود بیاید. یعنی طالبان باید عقیده به این متقاعد ساخته شوند که از طریق جنگ نمیتونن که اهداف خود به دست بیارن. بنابراین میتونن که از طریق مذاکره در حیات سیاسی افغانستان اشتراک بکنن. بنابراین فعالیت های نظامی طالبان باید قدرتش به حدی بسازه که اونا رو به قناعت برسانه که از جنگ برده نمیتونن. شکر. جلالی صاحب، بعضی ها مدعی هستند که در زمان حکومت رئیس جمهور کرزی که شما سمت وزارت داخله را در او زمان داشتین، طالبان آماده مذاکره شده بودند، اما گفته میشه که کشیدگی های داخلی او زمان باعث شد که فرصت از دست بره. فکر نمی کنین زمانش رسیده که شما امروز بگین که کی باعث شد تا او فرصت از دست بره؟ خب این شرایط فرق داشت. یکی از فرصت هایی که از دست رفت مذاکرات بن بود. در زمان مذاکرات بن در 2001 یک قسمت طالبا علاقه به ای داشتن که در جریان سیاسی شامل شوند و از طریق صلح در افغانستان اهداف خود پیش ببرند. اهداف هرچی که بود، اما میخواستن از طریق سیاسی فعالیت بکنند. او وقت قبول نشد به خاطر اینکه طالبان در شرایط یک عنصری بود که از القاعده حمایت میکرد و تمام دنیا به این نام مشهور بود. دفعه دوم در سالهای 2003، 2002، 2003 بود که طالبان مراجعه کردن که اگر بتانن که از طریق صلح، از طریق مذاکره با دولت افغانستان و متحدینش به نتیجه برسن. در اون هم شرایط طوری بود که نه عناصر داخلی افغانستان علاقه مندی داشت و نه در متحدین افغانستان. فکر میکنن طالبان از بین رفتن، طالبان یک موری سوخت هستن، دیگه نمیتونن که انجام.
او شرایط آسانتر بود، مذاکرات صلح برای مذاکرات صلح و حل سیاسی شرایط آسانتر بود. حال وضع برعکس است. وضع مردم افغانستان و تحولاتی که در افغانستان و دستاوردهایی که در افغانستان است، دولت افغانستان شرایط بهتر قرار داده. طالبان در اون شرایط است که باید فرصت از دست بدن. اگر فرصت از دست بدن بازی فرصت اشتباه از دست تکرار بلد. اشتباه است که طالبان تکرار میکنن. تکرار میکنن. یعنی در زمان حکومت حامد کرزی، زمانی که شما وزیر داخله بودین، اشتباه تکرار شده. اشتباه وجود داشته و حال طالبان اشتباه را میکنن. شما چه فکر میکنین امو عناصری که در اون زمان در داخل حکومت افغانستان میپذیرفتند که طالبان دیگه قدرت نیستن و یا هم با ایشان مذاکره نشه، هنوز در داخل حکومت افغانستان نیستن و می مفکوره را ندارن؟ نیو کسایی که دو وده بوی ذهنیت ها فرق داشت، دو وده هم متحدین افغانستان هم در داخل افغانستان قدرت سیاسی که موجود بودن فکر میکنن که طالبان دیگه قدرت ندارن که پس بیان. اول امو قدرت ها هم در داخل افغانستان هم در خارج متحدین افغانستان به یقین هستند که باید از طریق صلح مسائل افغانستان، جنگ افغانستان حل شد. جلالی صاحب چی فکر میکنین؟ آیا اقدام نظامی پاکستان در برابر طالبا در واقع جنگ در افغانستان را کاهش میده یا هم جنگ را در افغانستان متوقف ساخته میتونه؟ بیشتر به این باور هستند که گویا اقدام نظامی ممکنه پاکستان بر علیه طالبا امو یک دروازه کوچک از امید به خاطر مصالحه هم اگر وجود داره او را هم ممکن بسته بکنه. این مسئله بسیار روشن است، این رقم نیست. مسئله تو است که پاکستان باید دو چیز ثابت بسازه. اگر میگه که در طالبان کنترل ندارد یا در جایی که اونا هستن اینا نمیتونن که بزرد اینا اقدام بکنن، در اون صورت قدرت های دیگه ای که متضرر میشن از این کار حق ازیر دارن که مداخله بکنن، اقدام خودشان اقدام بکنن بزرد طالبان. اما اگر میگه که حاکمیت ملی ما را چی بکنن، احترام بکنن، ما کنترل داریم بر سرزمین خود، در اون صورت باید او عناصری که از خاک افغانستان به ضد افغانستان، به ضد هند استفاده میکنن، اونا را از بین ببرن، یعنی که اجازه نتن این کار بکنه. و اگه این کار نمیکنه و این ادامه میده، در اون صورت پاکستان در دیگر کشورهای میه که از تروریسم حمایت میکنه. او وقت افغانستان باید اجماع منطقه بیره، اجماع بین المللی را از طریق ملل متحد وجود بیاره که پاکستان یک کشوری که از تروریسم حمایت میکنه معرفی بکنه و مثل دیگر کشورها تعزیرات سرش وضع بکنه. جلالی صاحب شما چی فکر میکنین؟ شما هم به می نظر هستین. امروز رئیس جمهور غنی هم هشدار داد که در نهایت اگر تغییر دیدگاه در پاکستان ایجاد نشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کرده و شکایت میکنین. آیا فاصله گرفتن کابل از اسلام آباد در روابط سیاسی خود در آینده در مؤثریت و یا هم در تأمین امنیت و یا هم ثبات افغانستان یک ضرر بزرگ نیست؟ بالاخره افغانستان و پاکستان هر دوش در یک منطقه زندگی میکنن، باید با کمک هم دیگر ثبات در منطقه بیارن. اما اگر یکی از طرف ها همکاری نمیکنه، طرف دیگر مجبور است با اقدامات دیگر متوسل شود. معنای زیر نداره که دشمنی با پاکستان است، در حقیقت مخالفت با سیاست پاکستان است. و اگر پاکستان از خاک از عناصر تروریستی اجازه میده که از خاک سر افغانستان حمله بکنه، افغانستان حق داره به تو بگه. چی فکر میکنین پاکستانی تهدید آقای کرزی چقدر آقای غنی چقدر جدی تلقی میکنه و شاید هم فکر میکنین که شورای امنیت جامعه بین المللی تا امروز که چیزی نکردن در قبال پاکستان بعد از این چیزی انجام بدن؟ ی وقت جدی تلقی کدام میتونه که مردم افغانستان یک دل باشه، حکومت یک نوع فعالیت بکنه، حکومت متحد شوه با مردم، با تمام عناصری که قدرت دولتی رو میسازه اما آهنگ بسازه نیره و در تلاش دیپلماتیک وسیع‌تر بسازه هم در منطقه هم در ملل تا پاکستان در جواب برن. بسیاری کشورها وقتی که از تروریسم حمایت کردن بالاخره سرش تعزیرات وضع شده. چرا سر پاکستان تعزیرات وضع نشه؟ اگر پاکستان واقعا دوام بده به حمایت از تروریسم به ضد افغانستان، به ضد هند، به ضد کشور. جلالی صاحب شما سابقه کار در حکومت افغانستان دارین و از اینجا هم نظارت میکنین حکومت افغانستان، با همین موقعیت گیری های حکومت وحدت ملی و با موجودیت مشکلاتی که در داخل حکومت وحدت ملی وجود دارد، چی فکر میکنین آیا این حکومت تاب و توان بقا را داره؟ به خاطر که دیگر گزینه وجود نداره، بنابراین دولت مجبور است دولت حمایت بکنه مردم افغانستان. اما دولت خودش هم باید متحد شود، باید تمام عناصر قدرت دولتی را به صورت منسجم و هماهنگ استعمال بکنه، نه اینکه سر پست ها بجنگد. تشکر جناب جلالی صاحب. ان شاء الله که دوستان میتونن در
برنامه پشتو هم از صحبت های شما و بررسی این موضوع مستفید شوند. در فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا امروز از شما پرسیده بودیم که آنها سخنرانی و یا هم شما سخنرانی امروز رئیس جمهور غنی را در شورای ملی چگونه ارزیابی کرده اید. از جمله دوستانی که نظر دادند، نجیب هوتک از کابل نوشته است سخنرانی رئیس جمهور قابل فهم و جدی بود، اگر عملی شود افغانستان به مرحله نوین و مثبت تبدیل خواهد شد، هم از لحاظ نظامی سیاسی و همچنان از لحاظ اقتصادی. خالد احدی از ولایت هرات نوشته است بخشی از سخنان رئیس جمهور معرفی رئیس امنیت ملی و وزیر دفاع افغانستان تا هفته دیگر بود، اگر این کار هم انجام شود نشانه از عملگرایی رئیس جمهور خواهد بود. از سایر دوستانی که به این سوال ما پاسخ دادن سپاسگزار هستیم. شما نیز می توانید نظریاتتان را در مورد پست های این صفحه با ما و دوستانتان شریک بسازید. آدرس صفحه ما در فیسبوک facebook.com/voatv. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی ادعا می کند که بیش از 800 جنگجوی القاعده را در یک حمله نظامی در یمن کشتند. فرمانده این ائتلاف در یک خبرنامه گفته است که نیروهای یمنی با حمایت هوایی ائتلاف بر شهر المقلا در جنوب یمن حمله کرده و آن را از تصرف جنگجویان القاعده خارج ساخته است. به گفته ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی، شماری از رهبران القاعده نیز در این حمله کشته شدند. المقلا مرکز ولایت هزار موت و یک شهر بندری است و گروه القاعده در شبه جزیره عرب با استفاده از هرج و مرج ناشی از جنگ داخلی یمن در مناطق جنوبی و شرقی این شهر پایگاه ایجاد کرده است. تا کنون معلوم نیست که آیا در این حمله به غیر نظامیان هم آسیب رسیده است یا خیر. احتمال می رود که اداره رئیس جمهور اوباما به زودی اسنادی را فاش کند که در آن از ارتباط ممکن عربستان سعودی در حملات 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک پرده برداشته خواهد شد. قصر سفید تمایل نشان داده که حداقل بخش از اسناد 28 صفحه‌ای محرم را در معرض عام قرار دهد که در جریان تحقیقات کنگره ایالات متحده از چگونگی حملات 11 سپتامبر جمع‌آوری شده است. این اسناد که در کنگره ایالات متحده نگهداری میشه در برگیرنده یافته‌های مشترک از تحقیقات دو مجلس کنگره در مورد منابع خارجی تمویل کننده دهشت افغانان است که در 11 سپتامبر تیاره‌ها را ربوده و بر برج‌های دوگانه نیویورک تصادم دادند. صحبت در مورد نشر این اسناد در حال اوج گرفته که روابط بین واشنگتن و عربستان سعودی هم در این اواخر کشیده شده است. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اعزام 250 سرباز اضافی آمریکایی را به سوریه به منظور آموزش‌دهی و کمک به مبارزان محلی در جنگ با داعش تایید کرد. آقای اوباما این نکته را در آخرین روز سفر 6 روزه‌اش به اروپا در آلمان بیان داشت و اضافه کرد که موجودیت یک اروپای متحد برای جهان امروز یک ضرورت است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده هدف از فرستادن سربازان اضافی را به سوریه آموزش دهی و همکاری با نیروهای محلی برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش بیان داشت و گفت که نیروهای آمریکایی رهبری جنگ را بر عهده نخواهد داشت. آقای اوباما از متحدین اروپایی اش خواست تا آنان نیز در این مسئولیت با آمریکا یک جا بیستند. رئیس جمهور اوباما که در بزرگترین نمایش صنعتی جهان در شهر آنوور آلمان سخنرانی میکرد بیان داشت که جهان امروز نیازمند یک اروپای متحد میباشد. اگر یک اروپای متحد صلح‌آمیز، آزاد، کثرت‌گرا و دارای بازار آزاد در مورد خود شک کند و پیشرفت‌هایی را که در چند دهه اخیر صورت گرفته است مورد سوال قرار دهد، پس ما توقع ادامه پیشرفت‌هایی را که در بسیاری از نقاط جهان در حال رشد است کردن نمی‌توانیم. رئیس جمهور اوباما گفت که ما امروز در شگوفاترین و مسالمت آمیزترین عصر تاریخ زندگی می‌کنیم و اضافه کرد که نسل جوان با شنیدن این سخن ممکن متعجب شوند، اما در اشاره به جنگ جهانی دوم برایشان خاطر نشان ساخت که از آخرین جنگ میان قدرت‌های بزرگ چندین دهه می‌گذرد.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفت که با در نظر داشت ارزش‌های مشترک، متحدین اروپایی نزدیکترین دوستان برای کشورش می باشد. ما و مردم آلمان و تمام متحدین اروپایی خود به چشم نزدیکترین دوستان خود در جهان می نگریم، زیرا ما تجارب زیاد با ارزش‌های مشترک با یک دیگر داریم. ما باورمندیم که مردم باید در صلح و آرامش زندگی کنند. ما باور به فراهمسازی زمینه‌هایی داریم که نه تنها یک طبقه خاص بلکه هم از آن سود ببرند. آقای اوباما به موج اخیر پناهجویانی که به غرب هجوم برده اند نیز اشاره کرد و گفت از انسانانی که به اروپا آمده و به کمک نیاز دارند نمیتوان روگردان شد. او افزود که اروپا و ایالات متحده باید با این پناهجویان کمک کنند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. جلسه مشترک و فوق‌العاده امروز چگونه بود؟ رئیس جمهور افغانستان با حضور در این جلسه در واقع چه پیامی را برای مردم افغانستان، طالبان، منطقه و به ویژه پاکستان فرستاد؟ خانم فوزیه کوفی، عضو ولیسی جرگه افغانستان که همکنون در استودیو کابل حضور دارند، در جلسه فوق‌العاده امروز حضور داشتند و بهتر است از ایشان پاسخ به این سوالات را نیز بپرسیم. خانم کوفی سلام بر شما، تشکر از وقتتان. نخست اگر بگویید سخنرانی و حضور رئیس جمهور در جلسه فوق‌العاده امروز تا چه حد به توقعات شما و یا هم ولیسی جرگه پاسخ گفت؟ تشکر. خب من فکر میکنم تا حد زیاد صحبت های رئیس جمهور متاثر از فضای اجتماعی سیاسی حاکم در افغانستان، مخصوصا پس از حادثه به یک مرکز نظامی در هفته قبل شکل گرفته بود، بیشتر یک صحبت های عاطفی بود. اما چند مسئله و مهم است که صحبت هایی که امروز ارائه شد و متاثر از فضای حاکم است، جزی از راهبرد، جزی از استراتژی مبارزه با تروریسم شود. بعقیده ما چند مسئله بسیار مهم بود. یک مسئله ای بود که رئیس جمهور به صراحت گفتند که خب پروسه صلح که ما تا حد زیاد مصروفش هستیم، منابع زیادی هم مصرف شد در 6 سال گذشته، موقف طالبان را در یک موقف برتر قرار داد و آورد و طالبان فرصت داد که اینا کمپاین کنن، لابی کنن برای خود در سطح جهان. حتی شماری از نماینده هایشان به پایتخت های کشورهای اروپایی رفتن. امروز دیگه ما از پاکستان نمیخواهیم که طالبان را دوباره وادار به گفتگو مذاکره یا آوردنشان به میز مذاکره باشه، بلکه ما از پاکستان میخواهیم که تعهد دوم خود که همسانی و هم گرایی در کنار دولت افغانستان و استفاده از قوه قهریه تا حد زیاده، استفاده از تجهیزات نظامی یا به اصطلاح حمله مسلحانه علی طالبان استفاده کنه. ما فکر میکنم این یک انتخاب بسیار دشوار است برای پاکستان، ولی در این مقطع زمانی پاکستان باید انتخاب کنه که اگر واقعا هم پیمان است در تروریسم، در مبارزه با تروریسم جهانی، باید در کنار مردم افغانستان ایستاد، چه یاد اقل به این صدای رئیس جمهور لبیک مثبت بده. شما تجربه حضور در ولیسی جرگه و بررسی روابط و کابل اسلام آباد را به خوبی دارین. چه فکر میکنین پیام رئیس جمهور غنی در اسلام آباد چگونه استقبال میشه؟ واکنش اسلام آباد چه خواهد بود؟ خب فراموش نکنیم که اگر پاکستان بخواهد ضرورت به استعمال قوه قهریه یا به اصطلاح حمله نظامی علی پاکستان طالبان نیست. اگر پاکستان صادقانه بخواهد، من یقین دارم که میتونه از طریق مذاکره هم طالبان را وادار بسازه که حمایت شوند. امی عملی را که هفته قبل گروه حقانی مسئولیت چه داشت یا سازماندهی شده بود، خب رهبران گروه حقانی در کجا هستند، در کجای پاکستان زندگی میکنن؟ این را به خوبی مردم افغانستان میدانن. من فکر میکنم اگر با توجه به جو بی‌اعتمادی که میان افغانستان و پاکستان سالهای بسیار متمادی حاکم بوده، توقع زیاد نیست. ولی آنچه که مهم است است برای مردم افغانستان که موقف ما به حیث یک دولت، به حیث یک دولت که در حال حاضر به هر صورت یکی از طرفهای معادله قدرت در منطقه هستیم، موقف ما چی است؟ من فکر میکنم این وضاحت باید ضرور بود که داده شود که ما دیگه از شما نمیخوایم، از شما تضرر برای صلح نداریم. لطفاً حداقل از همون پول زیادی را که میگیرین برای مبارزه با تروریسم از همون استفاده کنین و در امر مبارزه با تروریسم حداقل از شیوه هایی که در وزیرستان شمالی استفاده کردین، از همون شیوه ها کمک کنین دولت افغانستان که برای از بین بردن طالبان استفاده کنه. شما پیشتر گفتین که صحبت های رئیس جمهور بیشتر متاثر از وضعیت اجتماعی و یا هم وضعیت روز در افغانستان بود. رئیس جمهور گفت که دوره از این ختم شده که
کسا و یا افراد از عفو بی‌موجب برخوردار شوند و او گفت که حکم اعدام را حکومت با قاطعیت اجرا می کند. چه فکر می کنین؟ زندانی های شبکه حقانی که نزد حکومت افغانستان است و هم طالبا اعدام می شود و یا هم این صحبت احساساتی بود؟ ما فکر میکنم در یک مقطع رئیس جمهور ناگزیر است به مردم و نماینده های مردم به صدایشان لبیک بته بگویه. خواست فعلی مردم و نماینده هایشان ای است که عمل بالمثل در برابر اونایی که همه روزه مردم ما را جان مردم ما را میگیرن، اهم از ملکی و نظامی، عمل بالمثل باید انجام شود. او عمل بالمثل تنها در میدان مبارزه و جنگ نیست، هرچند ما به حیث یک کسی که فکر میکنم هنوز هم شفافیت لازم در سیستم محاکماتی ما نیست، ولی اونایی که به وضاحت و به صراحت دست داشتن در حملات انتحاری و تروریستی و جان مردم ما را گرفتن و ضرورت به ارائه اسناد در محاکم هم وجود ندارد، چون اینا از جمله چهره های سرشناس هستند، مردم توقعشان این است که کوفی با در این قسمت که عمدترین بخش صحبت های رئیس جمهور بود و انتظار مردم هم همی است که این صحبت ها به واقعیت تبدیل شود و قانون بدون تبعیض تبدیل شود، چیزی که در 60 سال گذشته صورت نگرفت. اگر کوتاه جواب بدین، ما از شما یک سوال دیگه می کنم. آقای غنی کسای دیگه را هم هشدار داد، گفت که به وحدت ملی لطمه نزنین و در حکومت و در نظام حضور هم نداشته باشین. چه فکر میکنین کی را آقای غنی هشدار داد؟ اگر مشخص ساخته باشین شما کوتاه اگر جواب بدین، چون وقت خیلی کوتاه است. با معذرت. خب من فکر میکنم بیشتر به مخالفین سیاسی احتمالاً گفته باشه، ولی این قانون اساسی حد آزادی ها را تعریف کرده. در این مقطع بهتر است که حکومت افغانستان و دولت افغانستان در کل تمام منابع خود برای از بین بردن دشمنان شناخته شده افغانستان که تروریست هستند مصرف کنند. لطف کردین خانم کوفی، انشالله که روز و وقت خوش داشته باشین. با امید صحبت ها در آینده. برمیگردیم به اخبار مرتبط با سیاست ایالات متحده. تلاش ها برای جلوگیری از رسیدن دونالد ترامپ به مقام نامزدی ریاست جمهوری دیشب شکل تازه‌ای به خود گرفت. دو کاندید دیگر جمهوری خواه به منظور جلوگیری از پیشرفت هرچی بیشتر رقیب پیشتازشان جزئیات پلان مشترک خود را علنی ساختند. انکشافات اخیر در عرصه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده را از همکارم میشنویم. کمپاین های انتخاباتی جان کیسک و تد کروز اواخر یک شنبه شب در فاصله 15 دقیقه اعلان کردند که آقای کیسک در انتخابات مقدماتی ایالت کلیدی ایندیانا که به تاریخ 11 می برگزار می شود به نفع آقای کروز از مبارزه دست خواهد کشید. کمپاین مبارزاتی تد کروز گفت هدف این توافق با جان کیسک اطمینان حاصل کردن از این است که نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه کسی باشد که حزب را متحد سازد. مبارزات انتخاباتی بار دیگر در این هفته در حال داغ می گردد که 5 ایالت شمال شرقی ایالات متحده فردا سه‌شنبه انتخابات مقدماتی را برگزار می نمایند. این ایالت ها رود آیلند، پنسیلوانیا، مریلند، دلاویر و کنتیکت است. پس از برنده شدن در ایالت نیویورک، دونالد ترامپ اکنون انتظار پیروزی های بیشتر و کسب آرای بیشتر نمایندگان را در ایالت های همجوار دارد. هر کشوری که با ما وارد مرابده می گردد، چپ و راست ما را غارت می کند، مثل این که ما یک مشت احمق باشیم. اما این همه وضعیت تغییر خواهد کرد. ترامپ در تلاش است که برای کسب مقام نامزدی حزب جمهوری خواه تعداد کافی نمایندگان انتخاباتی را برنده گردد. اما تد کروز حالا در انتظار یک کنوانسیون یا گرد همایی بزرگ حزبی است که هیچ کاندید با اکثریت آرا در آن حضور نیابد و کنوانسیون شکل رقابتی را پیدا کند. من حیث جمهوری خواهان می خواهیم که برنده شویم. اگر ترامپ نامزد حزب باشد، هیلری برنده می شود. فردا در ایالت پنسیلوانیا که همجوار اوهایو است، انتخابات ارزشمند صورت می گیرد. شما با جلسه نامزدی حزبی می روید. هیچ کس به حد کافی رأی نمایندگان را با خود نخواهد داشت. آنها تعیین می کنند که کی می تواند برنده شود و چه کسی می تواند رئیس جمهور ایالات متحده شود. در این حال هیلری کلینتون توجه را به انتقاد از جمهوری خواهان معطوف می دارد. جمهوری خواهان همه حرفهای می زنند، مثلا می گویند این بدی ترین بهبودی وضعیت اقتصادی در تاریخ است. واقعیت این است که اگر آنها اقتصاد را ورشکست نمی ساختند، ما به بهبودی وضعیت آن نیاز نمی داشتیم.
انتخابات مقدماتی فردا سه‌شنبه در 5 ایالت صورت می‌گیرد که بزرگترین رقم آرای نمایندگان در 6 هفته آینده را دارد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. بخش داری در همینجا به پایان رسید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار شما. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. به دولو چارو که در امریکا غک در ارزختون و غروالی ارائه اخبار مؤثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی ساره لسلسه لدی. هر روز.